سلام دوستان، سهن هستم. به چنل یوتیوب من خیلی خیلی خوش اومدید. بعد از اینکه ما اومدیم تمامی پروسسورهای مربوط میکس صدای ساز نیمون رو کاملا انجام دادیم و تموم شد، در جلسه چهارم حالا نوبت رسیده به اینکه بیایم کاری بکنیم که یه مقداری اتمسفر و فضای این ساز جذابتر و قشنگتر بشه، که با استفاده از دو تا پلاگین ریور و دیلی این کارو من انجام میدم تا از این طریق بتونم در واقع یک اتمسفر جذابتر و بهتری رو به نیم اضافه بکنم. با من همراه باشین ببینیم که چطور میتونیم کارو انجام بدیم. خب بعد از اینکه تمامی فعالیت‌ها و در واقع المان‌های مربوط به میکس نیم کامل تموم شد، حالا میرم سراغ دو تا المان ریور و دیلی که از این طریق کاملا راحت میتونم اضافه کنم. این افکت رو میام تو بخش سند هام و سند میکنم و دو تا افکت ریور و دیلی رو براش میسازم. افکت ریوربی که من اینجا ایجاد کردم از در واقع والهالا هستش و از پریست وکال هالش اومدم استفاده کردم. اینجا بخش وکال هال و دیکیش رو 3 گذاشتم، پریدیلیش رو 10 گذاشتم. اینا تغییراتی بوده که خودم اعمال کردم روی صدا، چون اون چیزی که میخواستم نبود دیگه، بعد یه سری تغییرات دادم. و اینجا ما یه المان اکولایزر داریم که معمولا همین ها رو من همیشه تغییر میدم که یه خورده بتونم یک میزان درستی از ریورب رو اعمال بکنم روی این صدا. بعد از اینکه این کارو کردم، اگه دقت بکنم اومدم از اکولایزرم اینجا استفاده کردم، اومدم یه خورده دیگه این بخش صدای نی رو یه مقداری تضیف کردم، به خاطر اینکه اگه دقت بکنید، دلیل داشتم برای این کار، به اکولایز مربوط به نیاهایم دقت بکنید. حالا این بخش بالا ببینید، اینجا من یک فرکانس داشتم که گوشم اذیت می‌کرد، تضیفش کردم، این توی ریورب تشدید می‌شد، برای همین اومدم این قسمت رو دوباره کم کردم که اینجا هم تقریبا یک رنگ شبیه به همینجا داشته باشم، به همین اکولایزر اصلیم داشته باشم و خیلی صدای نیم ریوربش اذیت کننده نباشه به صورت کلی. دو تا فرکانس اومدم صرفا کاهش دادم که یه خورده رنگ بهتری ریوربم بگیره و فقط اومدم به اصطلاح از فیدرش منفی 12 تا از این ریورب رو اومدم در واقع اعمال کردم به صدای نیم. با هم دیگه بشنویم که چه اتفاقی برای در واقع نی میفته بعد از اینکه این ریورب بهش اعمال میشه. میبینید وقتی که من ریور رو بایپس کردم کاملا صدای خشک و خیلی بیروحی از این ساز داشتیم، ولی وقتی که در واقع ریور به وصل میشه نگاه کنید چقدر جذاب میشه. کلا پریست های ریور به حال خیلی عمق جذابی میده و خیلی باحاله، یعنی کاملا اون صدایی که تو ذهن آدم هست رو میده. البته که اینجا دیگه همش سلیقه و حس خودتونه، شما باید خودتون ببینید که چقدر از این ریور به نظر شما به گوش شما جذاب تره و خودتون تنظیم کنید در نسبت نیازی که داشتین. خب حالا تو بخش لو هم ما همین داستان رو داریم. من اومدم در واقع اینجا هم یک ریورب صفر اضافه کردم با همون ستینگ و هیچ فرقی هم نمی‌کنه. بشنویم ببینیم که حالا این لو چه اتفاقی براش افتاده وقتی که ریور بهش اعمال میشه. میتونین ستاپ جدا هم براش نظر بگین، یک ریور جدا بذارین، ولی خب ببینید الان حتی اکولایزری که اینجا براش ما گذاشتیم برای این ریوربمون به همون داستان اکولایزر مربوط به نیلومون هم خیلی نزدیکه، واسه همین نگاه کنید اینجا یک کاهش ما داشتیم، اینا هم حدودا هول و هوش اتفاق افتاده و این خودش کار خودشو میکنه صرفا دیگه. این کاهش چون کیومون کوچیکه، این پهنای مربوط به کاهش بزرگتره و اینا رو هم شامل میشه، یعنی این فرکانس هم در بر میگیره، واسه همین دیگه دوباره این کارو من نکردم که بخوام عملاً دوباره کاری بشه، به نظرم خوب بود. خب بشنویم یه دو قبل و بعد ریورب رو برای این در واقع المان. میبینید وقتی که ریورب میاد چقدر یه روح انگار دمیده میشه در این صدا و خیلی جذابتر میشه. اوکی، حالا برای اینکه یه خورده ایمیج صدای در واقع نیم رو بهتر بالترش بکنم، باعث بشم یه خورده صداش پت و پهن‌تر بشه، از یه دیلی استفاده کردم که دیلی اچ دیلی هستش، به این صورت که اومدم گذاشتمش روی ارج زمانی نوت سیاه 1/4
نوع دیلی هم پینگ پونگه، یعنی حرکت داره تو باندهای چپ و راستم و فیدبک هم روی 8. خیلی کم در نظر گرفتن، زیاد این رفت و برگشتن نمیخواستم صداش رو. تا فرکانس 250 رو اومدم کات کردم، از اون طرف هم تا فرکانس 10000 رو اومدم کات کردم که یک بازه مشخصی برای این دیلی هم داشته باشم و وتو درایش که تا رو 100 به خاطر اینکه سنت کردم میتونم خودم کم و زیاد کنم. آنالوگش هم آف کردم تا درنچه هیچ صدای هیس و هوایی توی کار نباشه، نویزی نباشه مثلا بک‌گراند نویزی. و یه داستان دیگه هست اینه که اومدم لوفایش رو روشن کردم که یه مقداری جنس صدای این دیلی تلفنی تر و یه مقداری دیستورت تر باشه که رنگ صدای متفاوتی به صدای سازم بده به صورت کلی. حالا با در واقع دیلی بشنویم. دیلی هم فقط منفی 25 تا خیلی خیلی کم اومدم اعمال کردم. اول دیلی خیلی زیاد می‌کنم، ریورب هم می‌بندم که کاملا شما متوجه این رفت و برگشت صدا بشید و ببینید که چه چیزی رو داریم اضافه میکنیم به صدای نی. میبینید دقیقا بعد از گذشت یک نوت سیاه، یعنی یک چهارم، این دیلی میاد اعمال میشه. خب من اینقدر دیلی رو نمیخوام که میام، فقط یه مقدار خیلی کمی بهش اضافه میکنم و وقتی ریورب روشن میکنم تازه متوجه میشم چقدر داستان جذاب شده. این چقدر باحال تر شد. همین داستان رو بریم تو بخش لو هم بشنویم. کاملا با استفاده از این دوتا پلاگین کار میکنیم که یک اتمسفر جذابتر و بهتری در واقع داشته باشیم برای خود نیمون. و جدا از همین، اگه دقت بکنید چون ما از دوتا رنگ ریورب یکسان و دیلی یکسان استفاده کردیم روی این ساز، دیگه اون متفاوت بودن پروسسورهای مربوط به اکولایزر و فیچر تیپ میشین، یعنی سچوریشن و کامپرسور، دیگه به چش نمیاد و کاملا انگار ما یک ساز در واقع تک لاینر رو داریم که عملا باعث شده که یه خورده جذابتر و باحال‌تر بشه. و نکته مهمی که وجود داره اینه که این داشت توی جلسات قبلی هم گفتم که تو بخش‌های پایانی ما میایم با استفاده از پلاگین هایی که یک رنگ و یک اتمسفر به صدا سازمون میدن کار میکنیم که یه خورده جذاب‌تر و بالاتر بشه صدای سازمون و در نتیجه یک رنگ‌تر بشن به صورت کلی. خب اینها به صورت کلی تنظیماتی بودش که من روی ساز ایرانی نی انجام میدم و با توجه به موزیکتون، با توجه به ضبطی که انجام میدین، با توجه به جنس سازتون، نوع سازتون، نوازنده و همه المان‌های دیگه، قطعا تمام این تنظیمات میتونن متغیر باشن و عوض بشن. مسیر مشخصه، فقط میمونه گوش شما، اون هوشی که ازش میخواین استفاده کنین توی کار و سلیقه‌تون و حستون که میتونه کاملا شما رو متفاوت بکنه نسبت به هر میکسمن دیگه‌ای که ممکنه ستاپ مثل شما یکسان داشته باشه از نظر چینی که در واقع میچینه توی، یا زنجیره‌ای از پلاگین هایی که میچینه توی پروسس کردن یک ساز. و همون حس و اینا هستن که عملا همه چی متفاوت میکنن و سلیقه. ممنونم که با من همراه بودین و این ویدیو رو دیدین. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین. اگه دوست داشتین همشون حتما لایکش بکنید، چنل رو سابسکرایب بکنید، هر سوالشون توی کامنت ها برام بنویسین. و در آخر هم بهتون دوتا ویدیو پیشنهاد میکنم که میتونید اونها رو ببینید و ازش بهره ببرید. امیدوارم که همیشه موفق باشین. با عرض بهترین ها برای تک تک شما عزیزان.